21 روز دی ماه برابر با 11 ژانویه سال 21 خورشیدی برابر با 642 میلادی، شکست یزدگرد سوم و انقراض سلطنت ساسانی. در زمان یزدگرد سوم دولت ساسانی در اوج ضعف و درماندگی خود بود و فشار زیادی بر مردم وارد می‌آورد. در این اوضاع احوال بود که سپاهیان اسلام در زمان خلیفه دوم به ایران حمله کردند و طی جنگ‌های قادسیه و نهاوند ارتش ایران را شکست داده و اسلام را در آن نواحی منتشر ساختند. عقب نشینی برخی امرا و اشراف و دهقانان ایرانی و حتی موبدان در برابر امواج هجوم نیروهای مسلمان و نارضایتی از حکومت ساسانیان از عوامل مهم سقوط ایران بود و مقاومت‌ها و شورش‌های ضد عربی که در خلال فتح و پس از آن در شهرها رخ می‌داد مانعی جدی در برابر گسترش اسلام نبود. سال 1026 خورشیدی برابر با 1647 میلادی، زادروز دنی پاپن، مخترع دیگ بخار، که در فرانسه به دنیا آمد و از نوجوانی به امور صنعتی و فنی علاقه داشت. وی پس از طی تحصیلاتش در پاریس راهی لندن شد و با یکی از دانشمندان آن سامان درباره تکمیل ماشین فشار هوا همکاری نمود. پاپن نخستین بار در تاریخ صنایع از قوه بخار برای ایجاد حرکت در موتور ماشین استفاده کرد و در سالهای بعد به تکمیل آن پرداخت و دستگاهی ساخت که به دیگ بخار پاپن شهرت یافت و شامل ظرفی کاملا سربسته بود که در معرض حرارت قرار می گرفت. بخار آب متراکم دین فشاری در آن ایجاد می کرد که باعث بالا رفتن قلیان آب می گردید. پاپن برای این دیگ دریچه اطمینانی نیز ساخت تا به هنگامی که فشار بخار آب از حد معینی تجاوز می کرد دریچه خود به خود گشوده شود و بخار از آن به خارج راه یابد. ماشین بخار پاپن اولین وسیله بخار محسوب می شود که بر اساس آن بعدها اتومبیل و کشتی بخار ساخته شد. سال 1393 خورشیدی برابر با 2014 میلادی، در گذشت اریل ساموئل مردخای شرایبر، معروف به اریل شارون، سیاستمدار اسرائیلی و 11 نخست وزیر این کشور که از شخصیت‌های تأثیرگذار در بحران سوئز، جنگ 6 روزه و جنگ یوم کیپور به شمار می‌آید. در جریان جنگ لبنان، زمانی که شارون وزیر دفاع بود، کشتار صبرا و شتیلا رخ داد و بین 800 تا 3500 غیر نظامی فلسطینی در اردوگاه‌های پناهندگان صبرا و شتیلا توسط میلیشیاها کشته شدند. وی پس از 8 سال که در کما بود، در 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت.